ماشینا نیستن، حتما رفتن جایی. احمقا در رو باز گذاشتم. هی سردار، تو واقعا خوش شانسی. بابا حالت خوبه؟ جواب بده، چی شده بابا؟ سردار بابا، باید فوراً زنگ بزنم به آمبولانس. نه من نمیتونم برم بابا، باید زودتر برسونمت بیمارستان. نمیتونی اینقدر راحت از من خلاص شی سردار. بابا چی داره میگی؟ میگم باید برسونمت بیمارستان. نه تو خون ریزی خیلی شدیدی داری، زود باش. بهت گفتم نه. خیلی لجبازی، خیلی. منو ببر خونه، بعد دکتر خبر کن. خیلی خوب، بلند شو، من کمکت میکنم. بابا بگو کی این کارو کرد. تو اینجا چی کار میکنی اصلا؟ بابا اصلا وقتش نیست. خون ریزیت خیلی شدیده. آره خودم هم میدونم. نمیتونم یه روز خوش داشته باشم. اول حاملگی الا شروع شد، حالا هم باجگیری شوکت. من با کدومشون سر و کله بزنم؟ بایستا، من چرا باید سر و کله بزنم؟ زنش با اون سر و کله میزنه. این اویکو خیلی تنبل شده، یه کارا درست انجام نمیده، همش دوباره باید من انجام بدم. باز چیه آهو؟ امیدوارم فهمیده باشی که یه مشکلی وجود داره. در غیر این صورت اصلا به هم زنگ نمیزنی. اگه میخوای درباره دنیز حرف بد بزنی، بی خودی خودتو خسته نکن، تلفنو قطع میکنم آهو. مشکل دخترت نیست، شوهرته. نفهمیدم. شوکت همه چیزو فهمیده، اون میدونه دنیز دختر منه. من همچین چیزی نگفتم، برعکس به خاطر مخفی کردن این راز خیلی تلاش کردم آهو. اما شوکت شک کرده، رفته همه چیزو فهمیده. الانم اومده در خونی منو، همش میگه پول بده. شوکت همچین کاری نمیکنه. یه قمارباز داره اینو میگه. بیا و باور کن. شوکت همچین کاری نمیکنه. میگم اومد. میخوای فیلم دوربینای منار بسته رو برات بفرستم؟ تهدیدم کرد که به همه میگه. در مقابلش هم پول خواست. دیگه معلوم نیست به کی بدهکاره. آی خدا جون، باز چه غلطی کردی شوکت؟ غلطی که کرده مشخصه. دهن شوهرتو محکم ببند. دیگه نباید بیاد سر راه من. باید دهنشو قرص نگه داری. تموم شد آهو. دیگه نمیخوای چیزی به هم بگی؟ دیوونه است. اون وقت گوشی رو من قطع میکنه. همه اینا دیوونن. آه شوکت، بازم کارتو کردی. اما تو بیا خونه، بهت نشون میدم تاوان پشت سر من نقشه کشیدن چیه. بله، مسکنه که خیلی قوی نوشتم. اینا رو بخوره بهتر میشه، دردش کم میشه و شب میخوابه. من همین الان میرم و اینا رو میخرم. سردار، تو وایسا پسرم، مادرتون رو میخره. تو میری یه جای دیگه. آقای دکتر، کار دیگه ای هست که بتونیم انجام بدیم؟ نه، تیرو در آوردم، بخیم زدم. فقط کافیه که استراحت کنه و داروهاشو استفاده کنه. لیکن اینم پشت سر گذاشتی. بی خودی بهت نمیگم 9 جون داری. آره پشت سر گذاشتم دکتر، آره همینطوره، پشت سر گذاشتم. بذار سر پاشم ببین چی کارا که نمی کنم. خب بالا به دور باشه. با اجازتون من میرم. خیلی ممنونی. خیلی خوش اومدین. آه تکین، خیلی ما رو ترسوندی. آه بزرگش نکن نوران. شنیدی که دکتر گفت چیزیم نیست؟ ببین تکین، گفتی پلیس رو قاطی نکن، ولی من اصلا آرومی ندارم. مطمئنم که فهمی از این قضیه به آسونی نمیگذره. نگران نباش نوران.
من میدونم چه بلای سر اون مرتو که فهمی بعدن بیارم. بابا من میرم داروخونه اینا رو میگیرم و میام. تو وایس سردار، مادرت میره دنبال داروها، تو بر میگردی به بیمارستانی که ازش فرار کردی. من جایی بر نمیگردم بابا. یعنی چی؟ بابا شما منو انداختین توی اتاق و فراموشم کردین. من برای شما اینقدر بی ارزشم؟ اینجوری نگو پسرم، ما صلاح تو رو میخوایم. مامان جون، حالا که صلاح منو میخواین دیگه منو نمیفرستین اونجا. جلو پلاستو جمع کن، برو به بیمارستان. نوران اینو بردار ببر بیمارستان. نمیرم بابا، مادرم هم هر چقدر میخواد منو ببره اونجا، من بازم فرار میکنم. هیچ کس نمیتونه منو متوقف کنه. نمیتونید اینقدر راحت از من خلاص شید. بگیر مامان. بابا چیزی هست که باید بدونم. یعنی چی؟ یعنی امروز اول بحث ارثو کشیدی وسط، الانم من آوردی اتاقت. ببین تمام روز نگران بودم، گفتم که بابا فهمی داره یه چیزی رو مخفی میکنه. پسرم مگه میشه من بخوام تو ناراحت شی؟ همش میگم تو هم پسر منی، حتی با ارزشتر از پسرمی. بابا تو هم برای من همینطوری، شما هم برای من خیلی با ارزشی. من شما رو خیلی دوست دارم بابا، حتی اگه بابای خودم بود انقدر دوستش نداشتم. من زیر سایه تو فهمیدم گرمای خانواده و عشق و احترام چیه. تو بودی که به من خانواده دادی. میدونی هر بار که نگات میکنم اون بچه کوچیک خجالتی رو یادم میاد. اون اوائلی که اومدی این خونه، اولین باری که بهم گفتی بابا فهمی و فراموش نمیکنم. بابا منم اون روزا رو یادمه. بزرگی امارت من خیلی ترسونده بود، توی راه رو گم شده بودم. میگفتم اینجا چقدر بزرگه، با خودم داد میزدم بابا فهمی، بابا فهمی. ولی تو بین همه کارات میومدی و منو پیدا میکردی. پسرم از صدا زدن من دست نکش، هر وقت مشکلی داشتی یا تو تنگنایی قرار گرفتی منو صدا بزن، هر چقدر از دستم بر بیاد کمکت میکنم، سعی میکنم بهت راه و روشو نشون بدم پسرم. بابا ببین من شما رو واقعا خوب میشناسم و الان خیلی نگرانم. یه چیزی شما رو نگران کرده و نمیخواید به من بگید. پسرم یه چیز خیلی مهمیه که میخوام بهت بگم. ازت خواهش میکنم پسرم، بعد از چیزایی که شنیدی از من عصبانی نشو، باشه؟ تموم کارهایی که کردم برای خوشحالی و صلاح تو بوده. بابا ببین داری منو میترسونی. نترس پسرم، این چیزایی که میگم و همیشه میخواستم بهت بگم، ولی یه چیزی مانع شد. شاید جسارت نداشتم، شایدم ترسیدم که تو رو از دست بدم. پسرم دیگه نمیخوام باور این راز زندگی کنم. هممون تو این دنیا مهمونیم، معلوم نیست منم چقدر زندگی کنم. خدا نکنه بابا این چرم. ببین وقتی اینا رو میگم سختمه، حالا که شروع کردم بذار تمومش کنم. همیشه خواستم تو رو از خطرها دور نگه دارم، نخواستم بیفتی تو تله آدمای اشتباه، اما بزرگ شدی، اون بچه کوچولوی خجالتی نیستی، یه مرد عاقل و بالغ شدی. دیگه خودت هم میتونی با هر چیزی که تو رو ازش محافظت کردم مجادله کنی. بابا فهمی نمیفهمم چی میگی. تو منو از چی محافظت کردی؟ از خونوادت. یعنی چی؟
پسرم، پدر و مادرت مردن ولی تو هنوز فامیلایی داری که زندن. بابا چی داری میگی؟ تو به من نگفتی تمام فامیلت مردن؟ حقیقتو مخفی کردم. چرا؟ به خاطر محافظت از تو. خب کی بابا؟ کدوم فامیل من زنده است؟ عمود. چی؟ سکین یوکسل عموه توه پسرم. بابا متوجه چی داری میگی؟ همچین چیز مزخرفی چطور ممکنه؟ نه پسرم، لطفاً بشین، حرفام تموم نشده، بشین. وقتی پدر و مادرت مردن تو رو برده بودن یتیم خونه، کسی رو نداشتی. حداقل من اینطوری میدونستم. پسرم، وقتی تو رو از یتیم خونه آوردم امارت، نمیدونستم یه فامیل داری. بعدش تکین پیدا شد. اون عموته. یه مرد کثیف که همه نوع جرم انجام داده و رفته زندان و اومده بیرون. نمیتونستم تو رو بدم دست اون. زندگیت خراب میشد، نابود میشدی. ولی دیگه اون بچه کوچیک بزرگ شده، یه مرد شده واسه خودش. دیگه فایده ای نداره که واقعیت رو مخفی کنم. آره پسرم، تکین عموی واقعی توه. تو این حقیقت رو میدونستی و سالها از من پنهان کردی بابا. میدونستم، چون به فکر تو بودم. یعنی تو سالها به من دروغ گفتی بابا؟ بهتره بگیم ترجیح دادم دروغ بگم. اینو واسه صلاح تو انجام دادم پسرم. با اینکه میدونستم یه روزی میای جلوم این سوالا رو ازم میپرسی، ترجیح دادم دروغ بگم. سردار، یعنی اون مردی که پست پسر عموی منه؟ آره بابا، واقعا که چه شانسی. توی زندگیم فقط از یه نفر متنفرم، اونم از شانس ما پسر عمومه. تو همه اینا رو میدونستی بابا، میدونستی و ساکت موندی. حالا درست یا اشتباه، نمیتونم اتفاقا رو عوض کنم. از این به بعد تو تصمیما رو میگیری، ولی از تو فقط یه خواسته ای دارم پسرم، منو ببخش. ای کاش زندگی دیگه ای داشتم. یه زندگی که دوتامون با هم بودیم مرد. ای کاش شرایط هر دوتامون فرق میکرد. ای کاش یه شانس داشتیم. ولی نشد. ما چقدر با هم خوشحال بودیم آیکو، چرا اینطوری شد؟ چرا منو به اندازه کافی دوست نداشتی؟ پسرم، میخوای بدون این که چیزی بگی بذاری بری؟ چی بگم بابا؟ کاش که اینو قبلن میدونستم. اما الانم هیچی عوض نشده. اون موقع تو بابای من بودی،
الانم بابامی. اصلا نگران نباشین و هیچ کس عوض نمی کنه. پسرم بابا، خیلی ترسیدم بدون اینکه چیزی بگی بری. امکان نداره من تو رو ول کنم بابا. هیچ وقت نگران این نباش. من فقط از یه چیز مطمئنم. میخوام تا جایی که امکان داره از تکین و سردار دور بمونم. دیگه نمیخوام اونا رو ببینم بابا. بهترین کارم همینه پسرم. بهترینش واسه تو همینه. از تو یه خواهشی دارم. اینو به جز ما کسی دیگه ای ندونه. بین خودمون باشه. دنیزم همینطور. کسی ندونه. نگران نباش. این مسئله بین پدر پسر میمونه. آه شوکت، مگه چی میشه درست زندگی بکنی؟ ببین چقدر بهم فشار میاری. بازم حرف گذاشتی تو دهن آهو. فقط حاملگی الا تو زندگی من کم بود. که اونم شد. دیگه کامل شد. من کجا اشتباه کردم؟ چرا زندگیم بی نظم شده؟ آخه من چی رو تو زندگیم ناقص انجام دادم؟ کجا اشتباه کردم؟ چیز زیادی نمیخوام. میخوام دخترام شاد باشن. ما به همین چیزایی که داریم خیلی راضی بودیم. چیز زیادی که نمیخوایم. خیلی خسته شدم. میخوام یه روز بیدار شم و برگردم به زندگی که آدمایی مثل الا و دنیز توش نباشن. تنها آرزوم همینه. تو نخوابیدی؟ نه نخوابیدم. منتظر تو بودم. میدونم هر موقع که برات قهوه بیارن نه نمیگی. زحمت کشیدی عشقم، ممنون. چه زحمتی؟ نمیخوری؟ ممنونم ازت. خواهش میکنم. چنار، هنوزم از دستم عصبانی به خاطر اینکه با تکین ملاقات کردم؟ راجع به این موضوع بعدن حرف میزنیم. الان نیازی نیست چیزی بگی. باشه. دختر عزیزم، هر چی هم شد اصلا یادت نره که خیلی دوستت دارم. بابا
بابا. دخترم. مه، چرا بیدار شدی؟ میخواستم به چپ بخیر بگم. تو کجا بودی؟ کارم تموم شد. زود باش، چشماتو ببند. شب بخیر بابا جون. شب بخیر دخترم. بابا من خیلی دلم واسه تنگ میشه. منم خیلی دلم واسه تنگ میشه دخترم. بخواب دیگه. بله الا. عزیزم کی برمیگردی؟ باید امشب توی امارت بمونم. یعنی یه شب دیگر رو بدون تو بگذرونم. متاسفانه، چون آسین اصلا حالش خوب نیست. نمیخوام امشب اونو تنها بذارم. حداقل امشب کنارش میمونم، باشه؟ حق داری. هم بالاخره اونم بچه‌ته. نه. یه چیزی ازت بپرسم، کجا میخوابی؟ با هو که نمیخوابی مگه نه؟ نمیخوام کنار اون باشم. یواشکی تو اتاق مهمون میخوابم. آها، خوبه پس. بازم کاش بتونی پیش من بخوابی. مه، کاش. ولی باید یه مدت همینطوری ادامه بدیم عشقم. بعدن صحبت میکنیم، باشه؟ شب بخیر عشقم. شب بخیر. میبوسمت. شب تو هم بخیر. خدا لعنتتون کنه، مردی که به درد نخور. از ذهن لعنتیم بیا بیرون. کاش اصلا نمی فهمیدم، اینطوری بهتر بود. برات صبحونه آماده کردم، یعنی واسه دوتامون آماده کردم، ولی چون به فکر تو بودم واسه تو آماده کردم. زحمت کشیدی عزیزم، واقعا ممنون. حتی سس روغن زیتونم درست کردم. دنیز، من اصلا اشتها ندارم. میخوای گرسنه بری چنار؟ عزیزم ممنونم، ولی واقعا گرسنه نیستم. دنیز راستی من ساعتمو پیدا نمی کنم، کجاست؟ ندیدم آخرین بار کجا؟ آخرین بار اونجا درشو بردم. آها اینجا. چون با تکین ملاقات کردم هنوز عصبانیه، ولی من کار اشتباهی نکردم چنار. هر کاری کردم فقط به خاطر این بود که به فکرت بودم. آخه نوران عزیزم، من که فلج نیستم، بذار کتمو میتونم خودم بپوشم. عزیزم اشکالی نداره، بهت کمک میکنم دیگه. آه ای بابا، ای کاش امروز نمیرفتی بیرون. یعنی پات اینجوری شکسته درد میکنه؟ زخم آخه من درد نداره نوران، من کاملا خوبم. آی چطور درد نداره؟ رسما داری لنگ میزنی یا؟ آخه چیکار کنم نوران، این خرگوش بپرم راضی میشی عزیزم؟ آی بگذریم باشه، خودتو الکی خسته نکن. باشه دیگه، به اینم که اعتراض نمیکنی. باشه باشه، تو به بیمارستان زنگ بزن، بیان سردار رو بردارن ببرن. آیا باشه عزیزم، تو نگران اون نباش، اون با من خودم صحبت میکنم و سردار رو قانع میکنم. قانع کردن که هیچ، نکردی گوششو میگیرم میبرم میندازم تا حیات بیمارستان. آیا باشه، نگران نباش، گفتم بسپارش به من. زود باش تو برو، دیرت نشه عزیزم. باشه، به زور میرم دیگه. های تکین، ببین چه جوری داری راه میری. تو خودم چیه بابا؟ اومدی منو بدرقه کنی؟ اصلا خوشحال نشو، از من اینقدر راحت خلاص نمیشی. منو ببین یالچین. تا امروز به اندازه کافی تحمل کردم. دو بار به هم حمله کردی چیزی نگفتم، ولی صبر منم حدی داره. مجبورم نکن یه جور دیگه جوابتو بدم بابا جون. تو منو با چی تهدید میکنی؟ هرچی برداشت کردی همون. همین الان از جلوی چشم گم شو، نمیخوام ببینمت،
نمیخوام احمقی مثل تو رو یه بار دیگه تو این خونه ببینم. گم شو. تا وقتی که دخترم توی این خونه هست مجبوری منو تحمل کنی بابا. دخترم؟ داداش تو چرا همچین کاری میکنی؟ مامانم اینا برای اینکه فرار کنی تو رو فرستادن اونجا. ببین چقدر قشنگ گفتی، مامانم اینا فرستادنم ازگار، من خودم نرفتم. برای اینکه خوب بشی. حتما تو متوجه کارات نیستی، آسیب رسوندن به بقیه رو گذاشتم، تو دیگه به خودت هم آسیب میزنی. امتحان کردم ازگار، امتحان کردم، ولی نمیشه. چی کارش کنم، بیماریه دیگه، من نمیتونم از دنیز بگذرم. گیر یا وسواس یا هر چیز دیگه ای که توی پزشکی بهش میگن، ولی هر چیزی که هست متوجهش باش دیگه. داداش اگه تو درمان نشی این بیماری نابودت میکنه. اینطوری نکن داداشون، تو همچین آدمی نیستی. اگه از من بپرسی میگم داداش من بهترین برادر دنیاست، بهترین آدم روی زمینه. ببین اون آدم برای این که از وجودت خودش رو نشون بده منتظر تو درمان بشی، دیگه با خودت این کارو نکن. نمیدونم بهترین برادر دنیا منم یا نه، ولی بهترین داداش کوچولی دنیا توی. نگران نباش ازگار، هیچ کاری نمی کنم که تو و خونوادم رو ناراحت کنه، میتونی به هم اعتماد کنی. بهت اعتماد دارم داداش، دیگه تو کاری نمی کنی که نه خودت و نه ما رو ناراحت کنه. اینجاست، انداختی زمین. ممنونم بابا. صد سال دیگه هم این کارو یاد نمیگیرم، کمکم میکنی؟ تموم شد. ممنونم. خب دیگه من میرم دنیز، بعدن میبینم. چیزه نمیشه امروز با هم باشیم؟ شاید شام بریم بیرون و اینجور چیزا. خوبه، شب ببینم چی میشه. باشه، طبق برنامه تو هماهنگی میکنی؟ باشه حتما. یادم رفت یه چیزی رو بهت بگم. اویکو داره نامزد میکنه. نامزد میکنه؟ با کی؟ از محله است، یکی به اسم اوز. مگه اویکو با مرت رابطه نداشت؟ کی جدا شدن؟ منم نمیدونم، نفهمیدم. ای خدا، یعنی بین مرت و اویکو چه مشکلی پیش اومده؟ اویکو چیزی بهت نگفت؟ نه، هنوز نتونستیم حرف بزنیم، ولی حرف میزنیم، سعی میکنم بفهمم. باشه، منم با مرت صحبت کنم ببینم اوضاع از چه قراره. بگذاریم، میبینمت. میبینمت عشقم. صبح بخیر بابا بازار. صبح بخیر دخترم. یواشکی داشتی در مورد چی حرف میزدین؟ وقتی من اومدم ساکت شدین؟ بابا بزرگ همیشه گیته، همش داره نصیحت میکنه، میگه باید بیشتر کار کنم. من ولیعهد شرکتم، من نباشم کارا اصلا پیش نمیره دخترم، از اینجور چیزا دیگه. نگران نباش بابا، شرکت تو دستای من امنه. بابا بزرگ خیلی از بابام کار میکشی یا بعد من نمیبینمش دلم تنگ میشه. باشه دخترم، هر کاری از دستم بر بیاد انجام. خیلی باهوشی بابا جون. دخترم این اواخر تو شرکت کارا خیلی زیاده، یکم کمتر بابا تو امارت میبینی، ولی نگران نباش، همه چی درست میشه. اون موقع پدر دختری میریم گردش مگه نه بابا؟ حتما میریم دختر عزیزم. ولی من الان باید برم، بعدن میبینمت. باشه باشه بابا جون، میبینمت. بیا دخترم بریم تو سالن.
بابا بزرگ، بین تو و بابا مشکلی هست، میخوام بدونم. چرا داری اینجوری حرف میزنی دخترم؟ میبینم دیگه، همش باهاش سرد برخورد میکنی. تا حالا ندیدم بغلش کنی. انگار همیشه بین شما یه فاصله هست. دخترم، باباهای نسل ما عشقشون رو اینطوری نشون میدن، یعنی تفاوت نسل هاست. مشکلی نیست، تو اینطور فکر میکنی. اصلا اینطور به نظر نمیرسه. دخترم بزرگش نکن، به بابا چیزی نگفتم. بگذاریم، من میرم شرکت. تو هم به این چیزا فکر نکن دخترم، ناراحت میشی. من رفتم. دخترم، چرا داری اینجوری حرف میزنی؟ تو اصلا حرف نزن مامان، هم میگی بابات مشکل الکل داره، هم بهش فشار میاری. دخترم این حرفا چیه که میزنی؟ اصلا اعتراض نکن مامان، میبینم دیگه فشار میاری. بعدش میگی بابات مشکل الکل داره، چطور نداشته باشه؟ اون عشقی که از طرف هیچ کس نمیبینه رو توی شیشه الکل پیدا میکنه. مگه میشه ما باباتو دوست نداشته باشیم؟ چرا اینطوری فکر میکنی؟ اگه من اینطور فکر میکنم، شاید اونم همینطور فکر میکنه. من واسه بابام خیلی ناراحتم، اگه کنارش باشیم شاید از پس این مشکل بر بیاد. حق داری دخترم، باید از بابات حمایت کنیم. مامان عزیزم، دخترم به سوزان بگم برای صبحونه از چیزایی که دوست داری درست کنه. چند روز پیش یه نوع تخم مرغ درست کرده بود، از اون بگی. چطوری بود؟ داخلش ادویه و این چیزا ریخته بود. بگذاریم، به اون میگم، راحت تره، بیا بریم. سلام داداش، خسته نباشی. سلام، خوش اومدی، چه خبر؟ سلامتی، هیچ خبری نیست. طرف تو چه خبر؟ مثل همیشه. یعنی میگی صحبت ها معنایی نداره، به کارم ادامه بدم. دقیقا همینطوره. باشه، پس من به میزا میرسم. خیلی خوب، خسته نباشی. الو اویکو؟ اوزگار، من امروز نمیتونم بیام کافه، ببخشید، ولی قول میدم فردا صبح زود بیام سر کار. باشه باشه، مشکلی نیست. البته یه چیزی ازت میخواستم، اگه بهت فشاری نمیاد، امشب یه گروه شلوغ میاد اینجا، میشه از امشب شروع به کار کنی؟ میام، البته که میام. باشه، ممنونم. داری با اوکو حرف زنی؟ آره آره. پس شب میبینم اتوزگار. ممنونم. اویکو انقدر احمق نباش، واسه این که صداشو شنیدی زود هیجان زده شدی، به خودت بیا. خب چرا قطع کردی؟ واسه شب بهش گفتم بیاد اینجا. واقعا؟ میاد. آیسل، من صبحونه نمیخورم، میرم تو یکم استراحت کنم. وایس شوکت، اول باید با هم حرف بزنیم. در مورد چی صحبت کنیم؟ بشین صحبت کنیم. باشه، صبر کن، خودم میشینم. چه خبر اول صبحی؟ به جای اینکه خجالت بکشی سوال میپرسی؟ من بهت برای این گفتم اوهو خواهرمه که بری از اون زنه باج بگیری و آبروی منو ببری؟ آخه من که از آهو باج نگرفتم، وضعیت مشخصه، فقط یکم کمک خواستم. ببین هنوزم داری دروغ میگی. گیرم که واسه کمک گفتی شوکت، من میدونم تو چی میخوای، اما بازم میگیم واسه کمک رفتی اونجا، اصلا مهم نیست. آی، من کمکی که سالها ازش نگرفتم، اما تو چطوری میگیری؟ اصلا متوجهی که جلو آهو چقدر شرمنده شده؟ باشه، ولی اونم مادر دنیزه. مادر دنیز منم، من اونو بزرگ کردم، موقع بزرگ کردنشم از کسی کمک نگرفتم و نمیگیرم. باشه، ولی قصد بدی نداشتم. واسه من این چیزا مهم نیست شوکت. اگه از این به بعد بفهمم از جلو در آهوینا رد شدی، قسم میخورم طلاق میگیرم. باور کن، راست میگم شوکت. مامان، بابا، راجب چی صحبت میکنی؟
کجا میری؟ مامان برو کنار. نه خیر، هیچ جایی نمیتونی بری، اصلا اجازه نمیدم. مامان اوزا رو از این سخت‌تر نکن. این کارو نکن، حق مادریمو حلالت نمیکنم پسرم. متاسفم مامان. باید از روی جسد من رد بشی، من تو رو توی کوچه ها پیدا نکردم. مامان. ممکنه تو بخوای زندگی خودتو نابود کنی، ولی من اصلا این اجازه رو بهت نمیدم. چیه مامان؟ میخوای منو به زور نگه داری؟ اگه لازم باشه آره، به زور نگهت میدارم. اگه من مادر تو هم، پس تو نمیتونی از این در بذاری و بری. صداتون از بیرون هم شنیده میشه. درباره چی حرف میزدین؟ قشنگ داشتین داد میزدین مامان. چی شده بگین؟ راجبه چی حرف میزنین؟ دخترم چیزی نیست. من به بابات گفته بودم بره آرایشگاه، همونطور که میبینی نرفته، اینجوری اومده. خب همینجوری خوبه، بعدا میرم، چه فرقی میکنه؟ به خاطر موضوعی ریش بحث کردین؟ معلومه دخترم، من که دروغ نمیگم. امروز میان خواستگاری تو. زشته بابات با این وضع بیاد جلوشون عزیزم. زود باش تو برو آرایشگاه، بیشتر از این رو اعصابم رو نرو. دخترم من برم به کارام برسم. خوبه، من برم یه دستی به سر و روم بکشم. اگه به چیزی نیاز داشتین به هم زنگ بزنید، باشه؟ بیا بریم تو آشپزخونه. پسرم، اگه یه ذره حق مادری به گردنت دارم، پس باید به حرفام گوش بدی. خواهش میکنم پاشو بریم کلینیک، خواهش میکنم. مامان من حالم خوبه. حال خوبه تو اینطوریه؟ پسرم تو قبلا اصلا اینجوری نبودی. باید درمان شی، اینو من میگم، من به عنوان مادرت اینو میگم، باید درمان شی. مگه من دلم میخواد از تو دور بمونم؟ ولی باید درمان چی پسرم؟ این برای تو خوبه، تو باید از این تفکرات خلاص شی. ببین من بهت قول میدم، وقتی که خوب شی من میام مرخصت میکنم، قول میدم. خواهش میکنم. من نمیتونم برم اونجا مامان، اونجا اصلا حالمو خوب نمیکنه. وقتی من تو اون کلینیک بودم میخواستم به زندگیم خاتمه بدم. تو چی میگی پسرم؟ چی داری میگی سردار؟ خدا نکنه پسرم. مامان انقدر احساس ناراحتی و تنهایی کردم که احساس میکردم تو یه تنهایی همیشگی گیر کردم مامان. ولی مامان ببین الان حالم خیلی خوبه، انگار ارزش زندگی ما از اول فهمیدم. دیگه نه دنیز نه چنار، هیچ کسی برام مهم نیست، فقط میخوام زندگی خودم رو داشته باشم. مامان یکی یه دونم، خواهش میکنم، بهت التماس میکنم، نذار من دوباره برم اونجا. پسرم من از کجا میدونستم تو اونجا اینقدر ناراحتی؟ مگه من اصلا دلم میاد؟ ببین باشه، بابا با صحبت میکنم، اونو من قانع میکنم، هرچی هم بشه نمیری اون کلینیک، نمیذارم بری پسرم. مامان جون عزیز دلم، پسر یکی دونم، یکی دونم پسرم. آخر از دست این فکر را دیوونه میشم، نمیدونم چی کار کنم. باید یه کاری بکنم، ولی چی؟ من باید با این آدم رو در روشم.
چنار؟ بله چنار، باید با هم صحبت کنیم. البته که صحبت میکنیم، من تو دفتر هستم، هر وقت بخوای میتونی به اینجا. باشه میام پیشتون. بیا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم برادرزاده ای من. اون بچه نباید به دنیا بیاد. یالچین نباید از اون بچه چیزی بفهمه. نباید اون بچه به دنیا بیاد. من هیچ کدوم اینا رو که بلد نیستم. مامان من اصلا با من اینطوری رفتار نکرد. باید خیلی تلاش کنم. نایی، این زن چرا به من زنگ میزنه؟ قطعا میخواد یه چیزی بگه اعصابم خورد کنه. بگذریم، منم میدونم چجوری اعصابشو خورد کنم. چی آهو خانوم؟ میخوام باهات حرف بزنم. چرا باید باهات صحبت کنم؟ خب اگه همدیگر رو ببینیم خیلی بهتره. البته اگه تو هم میتونی. خوبه، ولی من الان خونم، میتونی بیای خونه ی من. خیلی خوب باشه، ممنونم که قبول کردی. منم الان رو میفتم، زود میام. باشه. عقب افتاده. تاوانه به پر و پای من پیچیدن و الان پس میدی. هم تو و هم بچه تو هر دوتون رو از بین میبرن.